Now that after 4 months of my temporary stay in France, I am living here to serve my country. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکل جدیدی از مقاومت در منطقه شکل گرفت. من دولت تعیین می‌کنم. من به خسروانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این ملت قرار سال 1979 در دانشگاه الزغازی نطفه یک جنبش واقع‌گرای اسلامی منعقد شد و هسته این سازمان با دانشجویان جوان فلسطینی همین دانشگاه و به رهبری استادشان فتحی ابراهیم عبدالعزیز الشقاقی شکل گرفت. فتحی شقاقی اولین کتاب عربی زبان در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به چاپ رساند و تحت تأثیر دیدگاه‌های امام خمینی جنبش جهاد اسلامی فلسطین را تشکیل و در نوامبر 1981 موجودیت جنبش جهاد اسلامی را رسما اعلام کرد. درست در همان زمان مجموعی از جوانان مسلمان فلسطینی بودند که تحت تأثیر اندیشه‌های اخوان المسلمین وارد عرصه مبارزه با رژیم صهیونیستی شده بودند. اما اخوان المسلمین چه جریان؟ سال 1928 میلادی یکی از حامیان جریان احیای امت اسلامی در مصر به نام حسن البناء تحت تأثیر تعلیمات سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبدو جنبشی اجتماعی را به وجود آورد که هدف اولیه‌اش ارائه راه حل اسلامی برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود. اما این مشکلات تنها با ورود به عرصه سیاسی قابل حل. سال 1938 میلادی اخوان المسلمین با هدف آزادی کشورهای اسلامی و برپایی دولت اسلامی وارد عرصه سیاسی شد و به مرور شاخه‌های آن در تمام کشورهای اسلامی گسترده شد. یکی از شاخه‌های اصلی اخوان المسلمین در فلسطین و به ویژه در نوار غزه ایجاد شد. سال 1987 و همزمان با آغاز انتفاضه اول مجموعه جوانان مسلمان اهل سنت که پیش از آن تحت عناوینی چون المرابطون علی ارض الاسراء یا حرکت الکفاح الاسلامی به مبارزه با رژیم صهیونیستی مشغول بودند تأسیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس را اعلام کرد. نام حماس برگرفته از حروف اول حرکت المقاومت الاسلامی است. اسم دولت اسرائیل لتكون له عاصمه اسمها القدس. حماس با آغاز انتفاضه اول رسما اعلام موجودیت. انتفاضه‌ای که صهیونیست‌ها برای فرار از آن دست به دامان مذاکره با سازشکاران فلسطینی شدند. اما این تازه شروع حماس بود. حماس در اولین عملیات خود بین سالهای 1987 تا 1992 رژیم صهیونیستی را به دریچه سقوط سوق داد و مجبورشان کرد تا برای فرار از فشاری که در کنار انتفاضه از مقاومت لبنان متحمل می‌شدند نیروهای خود را از جنوب لبنان به داخل فلسطین بیاورند و به جای حضور مستقیم در لبنان حضور غیر مستقیم آن هم صرفاً از طریق نیروهای آنتوان لحد را انتخاب کنند.